الکساندر وانگ یک کارآفرین آمریکایی که با دارایی خالص یک میلیارد دلار در سال 2022 به جوانترین میلیاردر خودساخته جهان تبدیل شد. اون این کار رو از طریق شرکتش به اسم سکیل ای که در سن 19 سالگی تأسیس کرد انجام داد. خب این خیلی عجیبه که یه نفر تو سن 19 سالگی بتونه به جوانترین میلیاردر خودساخته جهان تبدیل بشه. تو این ویدیو میخوام یه مقدار از پیشینه بگم و معرفیش کنم و بگم که چطور شد تونست به این دارایی خالص برسه و شرکتش اسکیل ای آی اصلا چیه و کارش چیه خب اول بریم پیشینش رو ببینیم چطوریه الکساندر وانگ تو سال 1999 به دنیا اومد و پدر مادرش دو تا مهاجر چینی بودن یعنی آمریکایی اصل نبودن ولی دو تا دانشمند و محقق بودن هر دوشون که در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس کار میکردن در نتیجه حالا شدنش تو یک محیط فرهنگی و خیلی علمی بوده و کلا همیشه تو بچگی خیلی به ریاضیات برنامه نویسی و اینجور چیزها خیلی علاقه داشته و تقریبا از هشت سالگی شروع به برنامه نویسی میکنه و تو خیلی مسابقات ریاضیات و هوش و کد و اینا شرکت میکنه تو چندین مسابقات ملی ریاضی هم برنده شده بوده و نهایتا توی سال 2018 تو دانشگاه MIT قبول میشه اما کلا از قبلش از سال 2004 یعنی تقریبا سن 17 سالگی کار به عنوان یک مهندس نرم افزار تو یک شرکتی به نام ادپار شروع کرد و بعد از چند ماه اونجا رو ترک کرد و رفت شرکت کوورا کوورا هم شرکت بزرگیه یک سایتیه که کاربرا میتونن بیان اونجا رو بپرسن و کاربرای دیگه بیان به سوالاشون جواب بدن راجع به هر موضوعی و اونجا به عنوان بخشی از تیم زیرساخت کوورا یه جورایی مسئول یه سری ابتکارات و سرعت بخشیدن به انجام پروژه ها بود بعد تو سال 2016 کوارا را هم ترک میکنه و میره به شرکت هاتسون ریور تریدینگ و اونجا به عنوان یک توسعه دهنده الگوریتم کار میکنه اما بعد از چند ماه هاتسون ریور تریدینگ رو هم ترک میکنه تا روی ایده خودش کار کنه و روی پروژه تجاری که خودش در نظرش داشته کار کنه و اونو توسعه بده این تایم هم دقیقا همزمان بوده با تایمی که داشته تو MIT رشته علوم کامپیوتر و ریاضی تحصیل می کرده و در واقع همین 2016 بوده که میره سمت ایده استارتاپی خودش الان بهتون میگم که چی شد که اصلا اون ایده رو شروع کرد و اون کاری که بعدا اسکیل ای, ای شد رو به ذهنش رسید و شروع کرد اون کلا چون خیلی علاقه به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین داشت و خیلی علاقه داشت بتونه مدل های قوی و قدرتمند هوش مصنوعی بسازه و متوجه شد که یه مشکل بزرگی وجود داره اینکه داده های کافی وجود نداره برای مدل هایی که این میخواد ترین کنه و مدل های هوش مصنوعی و دیپ لرنینگ اینجوری که به داده های خیلی زیادی احتیاج دارن و حتی داده خالی هم نداده هایی که لیبل گذاری شده باشه برچسب گذاری شده باشه و یه سری اطلاعات توسط انسان ها روش وارد شده باشه و این داده ها همش متوجه می شود. کمه از این داده ها برای کارهایی که میخواد بکنه و این برچسب گذاری و لیبل گذاری که توسط انسان ها انجام میشه خب یه کار خیلی زمانبر و هزینه بره برای تعداد داده های بالا یکی از پروژه هایی که الکساندر وانگ میخواست بسازه اون زمان این بود که میخواست یه دوربینی توی یخچال خونش نصب کنه یه دلیلش این بود که شک کرده بود و فکر می کرد که هم اتاقیش غذاهای اینو از تو یخچال می دزده و میخوره و یه دلیل دیگهش هم این بود که می خواست یه اپلیکیشنی درست کنه که همیشه آمار حالا غذاها یا اقلامی که توی یخچال هست و داشته باشه و بر اساس اونا خودش به صورت هوشمند به این حالا پیامک بده یا پیشنهاد بده که مثلا امروز این چیزها رو باید بخری تو یخچالت کمه و خب هم صرفه جویی میشه هم از خراب شدن یا اصراف چیزا جلوگیری میشد و این یه ایده ای بود که این میخواست پیاده سازی کنه و توی همین ایده و خیلی پروژه های دیگه ای که میخواست کار کنه همش متوجه میشد که داده برچسب گذاری شده کمه مثلا برفرض شما اگه میخواید مدل دیپ لرنینگی ترین کنید که صورت اشخاص رو تشخیص بده باید صدها هزار حتی تا یک میلیون عکس از چهره ها داشته باشید که اونا همشون لیبل گذاری شده برچسب گذاری شده و مدلتون رو رو اون دیتا ها ترین کنید اما وقتی این دیتا به صورت آزاد وجود نداره یا باید یک شخصی بشینه اینار دستی انجام بده یا شما باید از شرکتی که این کارو میکنه درخواست بدید که این کارو به ازای هزینه ای براتون انجام بده نهایتا وانگ این رو به عنوان یک فرصت دید و متوجه شد که یک شکاف بزرگی توی دنیا باید زیر ساخت هوش مصنوعی وجود داره و اینجا بود که تصمیم گرفت درسش رو در MIT رها کنه و تصمیم میگیره که به یک برنامه شتاب دهنده استارتاپی به نام وای کامبینیتور در سیلیکون ولی به پیونده تو اون تایم هنوز خیلی مطمئن نبود دقیقا ایدش چیه و چی کار میخواد بکنه فقط میدونست که در زمینه هوش مصنوعی یه کاری میخواد بکنه در زمین این وای کامبینیتور همونیه که توی ویدیوی سم آلتمن شاید به گوشتون خورد که قبل از تاسیس شرکت اوپن ای آی اونجا کار میکرده حالا نهایتا ایده بیزنسیش شکل میگیره و تصمیم میگیره که سکیل ای آی رو تاسیس کنه که ایدهش دقیقا این بوده که زیر ساخت هوش مصنوعی رو برای توسعه دهنده های هوش مصنوعی فراهم کنه حالا سرویس اصلی که ارائه میده اینه که با استفاده از حالا یه سری نیروی انسانی و یه سری الگوریتم های ماشین لرنینگ یادگیری ماشین بتونه تعداد داده های خیلی زیاد رو لیبل و برچسب گذاری کنه همچنین یه سری ابزارها و یه سری ای پی آی هایی فراهم کنه برای توسعه دهنده های هوش مصنوعی که بتونن این داده ها رو با داده های خودشون و مدل های خودشون ادغام کنن اسکیل ای آی به سرعت سرمایه جذب میکنه از طرف سرمایه گذاران خیلی بزرگی و ارزشش به هفت ممیز سه میلیارد دلار میرسه که یکی از با ارزش ترین استارتاپ های هوش مصنوعی سیلیکون ولی بود و چون الکساندر بانک صاحب 15 درصد سهام اسکیل ای آی بود داراییش میشه تقریبا چیزی حدود یک میلیارد دلار و این میشه که به جوانترین میلیاردر خودساخته دنیا تبدیل میشه حالا اسکیل ای آی از زمان تاسیسش تو سال 2016 تا الان نزدیک 300 میلیون دلار سرمایه جذب کرده و الان بیشتر از 300 تا کارمند داره و مشتری های خیلی بزرگی مثل اوبر، ایر بی بی، اوپن ای آی، پیپال، سامسونگ، پینترست و غیره داره. یکی از مهمترین همکاری هایی هم که داره با شرکت های خودروسازی به خصوص اونایی که دارن اوتوناموس درایوینگ یا رانندگی خودران به قول معروف با استفاده از هوش مصنوعی رو پیاده سازی میکنن شرکت هایی مثل تویوتا یا اوبر هم کاری داره مثلا الگوریتم های اوتونوموس درایوینگ لازم دارن اینه که تصاویری از جاده ها باشه که جاده برچسب گذاری شده علائم رانندگی برچسب گذاری شده ماشینا برچسب گذاری شدن و همه چی توی اون جاده باید برچسب گذاری شده باشه و تعداد تصاویر خیلی بالایی رو تصور کنید که همه المان هایتون تصویر باید برچسب شده باشن و این چیزیه که سکل ای آی با استفاده از حالا نیروی انسانی که داره و با کمک الگوریتم های یادگیری ماشین این داده های زیاد رو که دارای لیبل هستن تولید میکنه و در اختیار این شرکت ها قرار میده یا مثلا به شرکت تویوتا تو بخش رباتیکش کمک میکنه چون اونها برای ترین کردن ربات هاشون نیاز دارن که داده هایی که اشیاء مختلف توش لیبل شده داشته باشن و برای آموزش ربات هاشون استفاده کنن و یه چیز جالب که با شرکت اوپن ای آی هم خیلی همکاری داره چون فقط کارش پردازش تصویر نیست و برای لیبل کردن داده های پردازش گفتار و داده های متنی هم کار میکنن و به شرکت اوپن ای آی توی ساخت مدل زبانی جی پی کمک کرده بودند با ارائه یه دیتا ست بزرگی از داده های متنی حالا کلا اون پروژه های اصلی که داره مشتریاشن در واقع همین ماشین های خودرانه و سیستم های روباتیک و پروژه های ای آر و VR که واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هستند و این مدل های زبانی شرکت های مثل اوپن ای آی از مشتریاش هستند حالا برای من جالبه که یه جنبه این موضوع خیلی جالبه چون قبل اینکه وانگ بیاد شرکت اسکیل AI رو تاسیس کنه شرکت های دیگه ای بودن که این کارو شروع کرده بودن انجام میدادن یعنی داده لیبل میکردن یا هنوزم هستن کسایی که این سرویس رو ارائه میدن که شما میتونید برید بگید من توی فلان موضوع داده لیبل شده نیاز دارم و اونا در ازای یک مبلغ این کار انجام میدن اما خب این که مال اسکیل ای آی گرفت خب یک ترکیبی از بودن در زمان درست و مکان درست و اون ایده ای که داشته بوده چون همه چی فقط اون ایده نیست به نظرم و بر من جالب بود که این ایده ای که خیلی دیگه داشتن روش کار میکردن برای این شخص تو این مقطع خیلی گرفت و خب این واقعا تو خیلی چیزای مختلفی صدق میکنه حالا وانگ همچنان داره به گسترش کارهاش ادامه میده و هیچ قصدی گفته که برای فروش این شرکت نداره و همچنان میخواد اش بده و یکی از اهدافش اینه که هوش مصنوعی رو دموکراتایز کنه در دسترس عموم قرار بده و با سرویس هایی که ارائه میده بتونه مشکلات مهم بشر رو با استفاده از هوش مصنوعی حل کنه حالا در کل اسکیل ای یه شرکت به سرعت در حال رشد و نقش مهمی الان در توسعه هوش مصنوعی داره ایفا میکنه. حالا چند روز پیش خبری بود راجبش که جالب بود. ارتش آمریکا از سال 2021 یه کمیته ای تشکیل داده برای هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی تو ارتش. البته کلا اسمش فناوری های نوآورانه و سیستم های اطلاعاتیه ولی چند روز پیش یک پنلی بود در مقابل این کمیته و میخواستن کنن که کنگره آمریکا چطور چی کارا باید بکنه که سرعت پیشرفتش رو توی یه سری چیزا بیشتر از کشورهای دیگه جهان بکنه به خصوص چین که خیلی میترسند که توی هوش مصنوعی ازشون جلو بیفته و خیلی سعی دارن که سرعت پیشرفتشون توی هوش مصنوعی رو جلوتر از همه کشورهای جهان نگه دارد به خصوص حالا توی چیزای سایبری و به خصوص توی موارد نظامی و یکی از اشخاص مهمی که ازش خواسته بودن بیاد صحبت کنه همین الکساندر وانگ بود اینم باز نکته خیلی جالبیه که حالا این مقامات بلند مرتبه ای که توی این جلسات هستن میان از یک جوونه 26 ساله درخواست میکنن که بیاد بهشون یاد بده که چی کار باید بکنن تو زمینه هوش مصنوعی چون میدونن که این شخصیه که 100 درصد آپ تو دیت تر از اینا 100 درصد اطلاعات بیشتری از اینا داره و خب این خیلی نکته جالب ماجرا بود به نظر من در کل امیدوارم که داستان الکساندر وانگ براتون جالب بوده باشه و یکی از شخصیت مطرح دنیاست الان به خصوص در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی و قطعا خبرهای خیلی بیشتری ازش خواهیم دید مثل همیشه ممنون که همراه بودید و فعلا تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار